بیندای ارجمند و گرامی، تلویزیون سیمای افغانستان در تلویزیون جهانی نور، واقعی امروز که در وزارت اطلاعات و فرهنگ به وقوع پیوست شما خبر شدین و خوشبختانه ما امی لحظه جناب محترم دگر جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان عمومی امنی ولایت کابل به لیل تلفن داریم تا جزئیات بیشتر از اونا طالب معلومات شویم. جناب سالنگی صاحب، برای شما به نمایندگی از تلویزیون سیمای افغانستان در کانادا سلام تقدیم میکنم. تشکر، سلامت باشه. شما سلامت باشه. بسیار زیاد تشکر که یادم را کردی. سلامت باشین. یاد شما همیشه است، برای اینکه شما بزرگوار هستین که حداقل در داخل افغانستان با خدمات شایسته تان امنیت در افغانستان تامین دارین و ما حداقل با خاطر آرام زندگی میکنیم. جناب سالنگی صاحب، محبت کنین اگر در رابطه با حادثه امروز به هموطنان گرامی ما یک معلومات بدین که حادثه چگونه اتفاق افتاد. ساعت 10:45 امروز یک انتحار کننده که تقریبا تجهیز با مواد انفجاریه بوده با سلاح بالای پیره‌دار پیش روی دروازه وزارت اطلاعات فرهنگ حمله میکنه و همزمان از طرف سربازی که بدتر شهید شد اینا هم حمله بالمثل توسط فنگ خود انجام میدن که در نتیجه این انتحار کننده چون قصد خودکشی را داشته داخل محوطه وزارت میشه خود انفجار میده که در نتیجه از این 9 تن از هموطنان ما جراحات خفیف و عمیق میبردارن و یک پلیس و یک نفر به اسم عبدالعادی در یادسه جان خود از دست میدن. تشکر می‌کنم. قمندان صاحب، گزارشاتی که در بی بی سی و دیگر منابع خبری نشر شده تعداد تلفات و کشته‌ها را بیشتر از این نشان میدن. جدا در اولین دقایق زخمی‌ها شک بگید دود و غبار انفجار بود. ما زخمی‌ها را خود ما انتقال دادیم. تصور خود من به این بود که شاید 4-5 کس شهید شده باشه، مگر بعد از اون یک شفاخانه رسیدن دیگر 2 نفر از هموطنان ما شهید شدن و متبقی مجروح هستند. وضع مجروحین هم لله الحمد خوب است. دلیل نامنیای را شما در این وقتا در چی میبینین جناب قوماندان صاحب؟ مثلا که آدم ربایی ها هم در کابل زیاد شده، گرچه خوشبختانه که حال قوای امنیتی به صورت عمل میکنن، دلیل بیشتر از این شما در کجا میبینین؟ طبعا شما میفهمه کشور ما درگیر جنگ با توریسم است از یک طرف و علاقات و کشورهایی هستند که امنیش آرامی خود در نارامی کشوری ما افغانستان میبینند، چون آقای خالد شما هم در این راستا تجارب بالاتری داره و دشمن ها و دوستای مردم افغانستان تفکیک میکنه. به هر حال طبعا مورد توجه بیشتر دشمن ها ولایت کابل که یک شهر دیپلمات نشین است قرار داره. جناب قماندان صاحب، البته به تناسب گذشته مسائل امنیتی در کابل فعلا بهتر است، چی تصمیمات دارین برای آینده که یعنی بیشتر جلوی از این گونه عملات و آدم ربایی ها و یارا در کابل گرفته شوند؟ شما در جریان هسته که تقریبا در مدت 1.5 تا 2 ماه در این راستا کدام حادثه نداشتیم. نیروهای امنیتی تلاش های بسیار جدی خود داشتند و دارند. بالاخره دشمن است کسانی که از جان خود میگذرند، طبعا میتونند یک عملی را انجام بدند، ولی ما باز هم در این راستا آرزوی عزیز داریم که با درک عمیق هم نیروهای امنیتی و همکاری جدی مردم ما بتانیم این مشکلات از راه مردم و کشور ما دور بسازیم. ما شما تشکر میکنم. جناب سالنگی صاحب، فقط میخوایم تذکر بتونم که یک دو روز پیش گزارش نشر شد که جناب شما و آقای
علی شاه پکتیاوال داخل افغانستان نیستین و ناراضی استین و تقریبا به کشور دوبی سفر کردین. شما این گزارشات در مورد خود و آقای پکتیاوال تایید میکنین، رد میکنین؟ خوشبختانه شما در جریان هستید که ما در شرایط بسیار اساس و داغ کشور، چه در دوران اشغال کشور از طرف شوروی سابق و چه در دوران هجوم طالبا، یک لحظه را ترک نکردیم. ما فرزند این وطن هستیم، در این وطن مسلمان هستیم. افغانستان متعلق به افغانا داره. ما چند بار در این وطن خون خدا ریخت کندیم، مجروح شدیم و آرزوی ما همیست که زندگی خدا ترجیح به این بدیم که خون خدا بریزانیم و وطن ما آرام باشه. ما از افغانستان بیرون نرفتیم. آقای علیشای پکتیاوال کمی تجلیف مریضی داشتند، با کشور هندوستان رفته بودن، تقریبا سرشان عملیات شده، دوباره آمدن و فعلا داخل افغانستان هستن. این توطئه دشمنای صلح آرامی مردم افغانستان است که در بیرون داخل همچو توطئه ها را میخوان برا بندازن. من شما سپاس میکنم به خاطر از اینکه هموطنان ما بیشتر احساس آرامش کنن. شما چی نوید میتین برشان در آینده که در مسائل امنیتی و از اینکه امنیت بزرگترین شهر افغانستان فعلا به عهده شماست؟ دوستان افغانستان و افغانای ما به داخل و بیرون مکلفیت عزیز دارن که با درک عمیق با قضایا برخورد کنند، موزیگیری سالم خود داشته باشند، دوستان از دشمن ها تفریق کنند، چون افغانستان متعلق با مردم افغانستان است. دردش هم با ما و شماست و خوشیش هم با ما و شما هاست. فقط به این راستا ما آرزوی مزید که هم علاقات سیاسی و اجتماعی یک موضوع مشترک به راستای تامین امنیت و آبادی کشور داشته باشند تا بتانیم فرداها یک کشور آباد، آرام، آزاد و مستقل و همچنان کشوری که در قطار سایر کشورهای پیشرفته دنیا عرض اندام کنه، با یک روحی تحمل پذیری یک دیگر با منافع اولیای کشور ما مرور کنیم و توجه داشته باشیم، چون همه تجاربای خوب و بد گذشته را ما و شما پشت سر انداختیم. میتونیم به یک اصلی برسیم که یک افغانستان شکوفان و آرام داشته باشیم. جناب دگر جنرال محمد ایوب سالنگی، قومندان عمومی امنی ولایت کابل، ما از شما جهان سپاس دارم که با وجود مصروفیت های فراوانتان حاضر شدین لحظات با ما و از طریق ما با هموطنان ما در گوشه و کنار جهان صحبت داشته باشین. شما سلامت باشید.